همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن در استرالیا. علیرضا، چه جزئیاتی از این حادثه آب و هوایی داریم؟ سیما، حوادث آب و هوایی شدید برای بسیاری از استرالیایی ها امر غیر معمولی نیست، اما خب با این حال از شب گذشته وزش بادهای سنگین و مخرب و باران های شدید در جنوب شرقی استرالیا زندگی هزاران شهروند این کشور رو مختل کرده، برق صدها هزار خانه رو قطع کرده. مردم در ایالت تاسمانیا در جنوب استرالیا در آخر هفته تحت تاثیر آب و هوایی شدید قرار گرفتن. خسارت قابل توجهی به درختان و املاک و خطوط برق و زیرساخت ها وارد شد. بخشایی از جنوب شرقی ایالت تاسمانیا در معرض هشدار سیل هستند. مقامات هشدار دادند که امکان وضعیت بدتر هنوز در راه است. شرکت تامین کننده برق در ایالت تاسمانیا اعلام کرده که حدود 30,000 مشترک در سراسر این ایالت به دلیل بادهای مخرب و قطع خطوط برق بدون برق باقی ماندن. اداره هواشناسی در هوبارت پایتخت ایالت تاسمانیا اعلام کرده که انتظار میره بادهای شدید در سراسر سواحل شمالی و غربی این ایالت از جمله تندبادهای با سرعت 100 کیلومتر در ساعت ادامه پیدا کنه و همچنین هشدارهای تخلیه برای بخشای از این ایالت صادر شده. در ایالت ویکتوریا هم طوفان باعث هرج و مرج در سراسر این ایالت شده. صدها هزار خانه بدون برق ماندند. خدمات اضطراری ایالت ویکتوریا با اشاره به اینکه بیش از 1,000 تماس برای کمک به اونها پاسخ داده، از قطع برق حدود 121,000 نفر در روز دوشنبه در سراسر ایالت ویکتوریا خبر داده که بیش از 99,000 مشترک این شبکه آزنت، شبکه برق در شرق ایالت ویکتوریا تا ساعت 10 صبح امروز بدون برق بودند. از این تماس‌های اضطراری گرفته شده بیش از 500 موردشون به خسارت‌های ساختمانی ربط داشته و 2,000 مورد هم مربوط به درختان افتاده بوده. کمیسر مدیریت اضطراری ویکتوریا گفته که در پی این طوفان و باد شدید برخی از خونه‌ها هم غیرقابل سکونت شدند. طوفان باعث قطع برق هم شده در این ایالت و این موضوع تأثیر گذاشته بر یک خط مترو و تأخیر در چند قطار شهری. البته خب اتوبوس‌ها جایگزین شدند برای جابجایی مسافران. بخشی از ایالت ویکتوریا هم در طول شب گذشته وزش بادی با سرعت 146 کیلومتر در ساعت رو ثبت کردند. علیرضا، بیشتر توضیح میدی چه خسارت‌های جانی و مالی به همراه داشته؟ خب سیما، این طوفان سهمگیر این بادهای شدید هم خسارت جانی داشته هم به خانه ها آسیب رسونده. اگرچه برآورد آسیب های وارد شده در این مرحله به کسب و کارها و خونه ها امکان پذیر نیست، اما اون تصاویر منتشر شده در رسانه های اجتماعی و شبکه های خبری حاکی از تخریب قابل توجه خانه ها و مغازه ها و ماشین ها در ایالت ویکتوریا هستش. یک زن 63 ساله بر اثر سقوط یک درخت بر روی کابینی در یک پارک در یک شهری در مرز بین ایالت‌های ویکتوریا و نیو ساوت ولز جان خودش را از دست داده. یک مرد 63 ساله هم به دلیل جراحات وارده به دستش توسط امدادگران تحت مداوا قرار گرفته به بیمارستان منتقل شده. اداره هواشناسی استرالیا اعلام کرده در حالی که وزش بادهای شدید از شب گذشته به بخش شرق ایالت ویکتوریا رسیده، اما همچنان انتظار بادهای مخرب با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در ملبورن عمدتاً در اطراف مناطق ساحلی رو خواهیم داشت. با این حال انتظار میره که شرایط در اواخر بعد از ظهر و عصر روز دوشنبه کاهش پیدا بکنه. به علاوه این که انتظار میره دمای هوا در شهر ملبورن هم که در روز دوشنبه امروز 14 درجه بود کمتر بود به 14 درجه برسه، 1 تا 7 میلیمتر هم در این ایالت بالا بیاد و باران بیاد و به نظر میرسه که تا روز سه‌شنبه و چهارشنبه وضعیت به شرایط پایدارتری به لحاظ آب و هوایی در خود به خصوص در جنوب شرقی استرالیا برسه. و البته این در حالی است که در روزهای گذشته سیدنی در پایتخت نیو ساوت ولز و برخی شهرهای ایالت کوینزلند هم در آخرین روزهای زمستان دمای بالای 30 درجه سانتیگراد رو ثبت کردند. سپاس از تو همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا.